نگرانی صلیب سرخ از ادامه خشونت ها در افغانستان در سال 2014. رئیس این کمیته از تأثیر ناگوار جنگ بر کمک های جامعه جهانی هشدار می دهد. و توصیه کرزی بر رئیس جمهور آینده افغانستان. رئیس جمهور آینده نباید انتقام جو باشد. به نام خداوند یکتا و با عرض سلام، شما بیننده برنامه خبری جهان در شش از یک هستید. امروز پنجشنبه 29 حمل سال 1392 خورشیدی است که برابر میشه به 18 اپریل 2013 میلادی. من شانا نورزاد ابراهیمی هستم. صلیب سرخ در افغانستان از تاثیرات ناگوار حمله های مخالفان مصالحه دولت بر کمک های جامعه جهانی پس از سال 2014 میلادی در کشور هشدار می دهد. رئیس این نهاد می گوید که افزایش این حمله ها در سال 2014 میلادی نگران کننده است. آقای اندلفتی از مخالفان مصالحه دولت می خواهد تا به حقوق بشر احترام بگذارند و از کشتار غیر نظامیان دست بردارند. او میگوید که مخالفان مصالحه دولت با موج قرار دادن غیر نظامیان و کارمندان این نهاد نمیتوانند مانع خدمات بشر دوستانه آنان در افغانستان شوند. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتری خبر. رئیس نمایندگی صلیب سرخ در افغانستان از افزایش حمله های مخالفان مصالحه دولت بر غیر نظامیان پس از سال 2014 میلادی هشدار می دهد و می گوید که افزایش این نامنی ها بر ادامه کمک های جامعه جهانی به افغانستان تأثیرات ناگواری بر جا می گذارد. آنچه را که ما در سطح افغانستان بررسی کردیم افزایش مخالفان مصالحه دولت است که زندگی غیر نظامیان را در نبردهای دو طرف تهدید می کند. افزایش این ناامنی ها می تواند سبب قطع کمک های کشورهای جهان به افغانستان شود. ما از گروه های مخالف مصالحه دولت می خواهیم تا به حقوق بشر احترام بگذارند. همچنان پیام ما به جامعه جهانی این است تا افغانستان را تنها نگذارد. رئیس نمایندگی صلیب سرخ در افغانستان از آماج قرار گرفتن غیر نظامیان در نبردهای دو طرف مخالف و نیز به حرمتی بر رضاکاران سرمیاشت سوی طرف های درگیر نبرد سخت نگران است. رئیس این نهاد میگوید که افزایش این ناامنی ها بر کار این نهاد در افغانستان تأثیرات سو بر جا گذاشته است. این یک نگرانی کلی است. البته حرمت نگذاشتن بر کارمندان بهداشتی ما به عنوان یک نهاد بی‌طرف تنها انگشت ملامت به سوی یک طرف نداریم، بل این یک حقیقت است که به حرمتی بر کارمندان بهداشتی سرمیاشت از سوی هر دو طرف درگیر نبرد رخ می دهد. رئیس صلیب سرخ در افغانستان حمله مخالفان مصالحه دولت بر کارمندان بهداشتی سرمیاشت را در ولایت جوزجان نکوهش می کند و می گوید که این کار مخالفان مصالحه دولت نشان می دهد که این گروه به خون رضاکاران بی‌طرف این نهاد هم بها نمی دهند. این افراد کار دیگری را جز خدمات بهداشتی برای مردم انجام نمی دادن. ما خدمات سرمیاشت را به آلت تعلیق در آوردیم، زیرا عمر کارمندان ما برای من پربهاتر است. پیام ما برای مخالفان مصالحه این است که ما در افغانستان برای ارائه خدمات بشردوستانه و بی‌طرفانه حضور خواهیم داشت و بر انجام این کمک ها ادامه خواهیم داد. این نگرانی ها در حال از سوی صلیب سرخ برانگیخته شده است که درست پیش یک موتر حامل کارمندان سرمیاشت هنگامی که می‌خواستند برای ارائه خدمات بهداشتی به ولایت جوزجان بروند در مسیر راه ولایت شبرغان از سوی مخالفان مصالحه دولت آماج قرار گرفت. به گفته ای رئیس صلیب سرخ در این رویداد سه کارمند این نهاد کشته شدند و دو کارمند دیگرشان زخم برداشتند. رئیس جمهور کرزی تأکید کرده است که رئیس جمهور آینده نباید انتقام جو باشد. به باور آقای کرزی رئیس جمهور آینده باید از کوهپایه‌های بدخشان تا ریگستان‌های نیمروز مردم را از خود بداند. در این حال مخالفان سیاسی حکومت تأکید می‌کنند که هر گونه انتقام جویی بستگی به برگزاری انتخابات شفاف و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در آینده دارد. رئیس جمهور کرزی در دیدار با وزیر مشاوران گفته است که برای امضای موافقتنامه راهبردی با آمریکا عجله ندارد و در تلاش مد نظر گرفتن منافع ملی کشور در این موافقتنامه است. در این دیدار رئیس جمهور کرزی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز تاکید ورزیده و گفته است که رئیس جمهور آینده باید از تمام مردم افغانستان نمایندگی کند.
انتخابات آینده ریاست جمهوری حتما برگزار می گردد و ملت افغانستان به هر شخصی که رای داد او باید از کوه پایه های بدخشان تا ریگستان های نیمروز تمام مردم افغانستان را از خود بداند. انتقام جو نباشد، سینه فراخ داشته و در مقابل مردم خیش بردبار و متواضع باشد. در این میان از به حق و عدالت ترگونه انتقام جوی را وابسته به انتقال مسالمت آمیز قدرت و برگزاری انتخابات شفاف می داند. در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به حیث یک شخصیت ملی به طرف بمانه، ما متوقن استم که در او حالت مردم افغانستان هم ای پاسه دارن که ایره به حیث یک بزرگ خود، به حیث یک شخصیت که دموکراسی را در افغانستان پیاده کرده، مسئولیت خودشه، خانوادهشه و وابستگانشه ممکن تضمین بکنه. اما ائتلاف ملی افغانستان تاکید دارد که ویژگی های نامزدان ریاست جمهوری در قانون اساسی پیش بینی شده و در صورتی که گروه حاکم در ایف و میل دارایی آمد دست نداشته باشند، آنها در مسئولیت قرار خواهند داشت. تیم حاکم اگر تقصیر نداشته باشه، گناه نداشته باشه، طبعا اونا در مسئولیت هستند، قانون گریبانشان نخواهد گرفت. اما اگر اونا در حق ملت مظالم بزرگی را مرتکب شده باشند و سرمایه های ملت غارت کرده باشند، طبعا با ایشان برخورد خواهد شد. بابا آراگاهان رئیس جمهور کرزی با این گفته های خود تلاش میکند تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده برای خود و خانواده اش مسئولیت گرفته و از یک جایگاه ویژه در کشور برخوردار باشد. دستکم 20 دانش آموز در لیسه بی بی هاجره در شهر طالقان مسموم شدند. پلیس تاکنون برای بازداشت عاملان این مسموم سازی موفق نشده است. نصیر صادق در گزارش خود می نویسد که علائم گوناگون در دانش آموزان مسموم شده دیده شده است. برخی بیهوش هستند اما شمار نهایت بیقرار بوده و ناله می کشند. وحشت و استراب برای مسموم شدن دانش آموزان دختر در تخار. دست کم 20 دانش آموز دختر صبح امروز در اینجا به گونه مرموز مسموم شدند. حال بیمارستان تخار آرامش روز گذشته را ندارد. از هر اتاق و دهلیز آن صدای دانش آموزان این گونه به فضا می پیچد. وضعیت بسیار از دانش آموزان مناسب نیست. برخی ها از چشم هایشان اشک جاری شده، برخی بیهوش و برخی شکایت از درد و برخی هم این گونه چیغ می زنند. یکی اشک جاری میشه از چشمش، یک تعداد کسا به اندازه چیغ می زنند، مثل مادر اینجا رو چیغ می زنند، یک تعداد کسا در حالت بیهوشی قرار دارند، یک تعداد کسا چشمش لاستن ولی وای وای میگه، دلم میگه یا سر میگه یا دلم میگه. با همه این وضعیت هنوز به نظر می رسد دختران دانش آموز در تخار برای ادامه آموزش به هیچ تهدیدی تن در نمی دهند، زیرا در جمع این دانش آموزان شماری هم هستند که سال گذشته مسموم شده بودند. اما مسموم شده دو وقت است؟ 4 دفعه است، 5 دفعه است که دفلای ما، تفل و تفول ما، خوهرهای ما، همشیرهای ما به شمول بسته مکتب بیاجی را کلی از این مسموم می شود. مسموم شدگی دستگیر می شود، او را دستگیر کنند، پول چرخی بندی شد بر یک ماه. بعد از یک ماه او را اعلام کردن، گرفتن آوردن پس به خانه خود. دکتران در تخار هنوز موفق به تشخیص عوامل این مسمومیت نشدند، اما این مسمومیت را زیاد جدی و خطرناک نمی دانند. وضعیتشان خوب نیست، تحت کنترل است، دوایی که لازم ایجاد میکنه برسان تدبیر شده را ایستن دیگه، حالت روانی هم میتونن این حالت ایجاد بکنه، ولی میتونن حالت تصمیم هر دو حالت میتونن این حالت ایجاد بکنه. ماردیش در صدد بررسی استیم که کدام یکی ادیاس هر بیشت هر دو حالت تحت تدبیر گرفتیم. سال گذشتن نیز چندین بار دانش آموزان در مکاتب تخار مسموم شدند. مقام های امنیتی دست کم 20 تن را در اتهام به این مسموم سازی بازداشت کردند. اما چیزی که تا اکنون تشخیص نشده چگونگی مواد است که از آن برای مسموم ساختن دانش آموزان در تخار و برخی ولایات دیگر استفاده شده است. اختصاص 10 کرسی برای کوچی ها، عدم در نظرگیری نقش احزاب سیاسی، حذف کمیسیون سمع شکایت انتخاباتی و دادن صلاحیت تعویق و تعلیق انتخابات به رئیس جمهور در مساوده قانون انتخابات سبب شده است تا این قانون در کمیسیون های مجلس نمایندگان جنجالی شود. شماره از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که برخی از اعضای این مجلس خواستار حذف 10 کرسی کوچی ها و دادن دست کم 30% کرسی های مجلس به احزاب سیاسی می باشند.
در حالی که نزدیک به 3 ماه پیش مسوده قانون انتخابات از سوی حکومت برای تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده شده است، اما تا هنوز این قانون در کمیسیون‌های 18گانه مجلس نمایندگان نهایی نشده است تا در نشست عمومی برای تصویب مطرح شود. شماره از اعضای مجلس نمایندگان دلیل نهایی نشدن قانون انتخابات را عدم توافق نظر نمایندگان بر سر حذف 10 کرسی کوچی ها و در نظرگیری دست کم 30% کرسی های این مجلس به احزاب سیاسی می دانند. در کمیسیون مشترک یکی از بحث هایی که جنجال برانگیز بود همینه میگم، وقتی که ما میگیم یعنی در کمیسیون مشترک تعدادی آمدن 50% گفتن، تعدادی 30% گفتن، تعدادی اصلا بحث احساب قبول نداره متوجه شدن و تعداد دیگر هم کمتر از 30% که باز در تالار و انشاءالله در هفته های آینده و در هفته آینده شاید بحث بیاید و قانون انتخابات موضوع بحث هم. حذف نمودن کمیسیون سم شکایات انتخاباتی که از منظر پارلمان قطعا قابل قبول نیست. دوم، تعویق و تعلیق انداختن انتخابات، اون هم توسط یک مجموعه افراد خاص. سوم، شرایطی برای رئیس جمهور آورده است که برخلاف قانون اساسی هست. در این حال برخی آگاهان سیاسی و نمایندگان احزاب از شورای ملی میخواهند تا در شرایط کنونی یک قانون خوب برای انتخابات آینده تصویب کنند. زمانی که تصمیم گیری در این رابطه به نمایندگان ملت داده میشه، خب انتظار مردم ای خواهد بود که نمایندگان ملت حداقل با موج حاضر مقابله بکنه و برای اولین باری که پیشنویس قانون انتخابات روی میزشان هست تصمیم عاقلانه و منطقی و بنیانگذاری را بگیرن که بتانه بنیاد نظام انتخاباتی افغانستان را در آینده به صورت نسبی مسیرش را تعیین بکنه. میکانیزم تعویق و تعلیق انتخابات را که دوستا سرش چیز کردن واقعا یکی از عمدترین نگرانی های جامعه مدنی در رابطه با این میکانیزم است. این میکانیزم حکومت در مسوده خود با پارلمان که روان کرد جای داشته، متاسفانه تا کمیته تقنین هم کیره پیشنهاد کرده و با کمیته مشترک در اوجا هم است. پارلمان با روزها بحث میکنه با یک نتیجه مطلوب نمیرسه، اما هرگاه اونجا احزاب وجود داشته باشه، سخنگو یا نماینده حزب نظر خود ارائه میکنه، ممکن پیچیده ترین مسائل در مدت کمی حل شود. این در حال است که پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات از به تعویق افتادن روند تصویب قانون انتخابات در شورای ملی هشدار داده و گفته بود که اگر هرچی زودتر این قانون تصویب نشود، پروسه انتخاباتی این کمیسیون با چالش های جدی همراه خواهد شد. وزارت فواید عامه از وزارت مالیه انتقاد میکند و میگوید که این وزارت تاکنون پروژه های توسعه‌ای را منظور نکرده است. وزیر فواید عامه میگوید که وزارت مالیه خلاف ماده 17 قانون تدارکات عمل میکند و نمیگذارد تا شرکت ها در گام نخست بررسی تکنیکی شوند و سپس به آنها پروژه ها داده شود، اما وزارت مالیه این گفته ها را رد میکند. شماره از بازرگانان ترکی میگویند با وجود نگرانی ها از سال 2014 در افغانستان، با آن هم میخواهند به سرمایه گذاری های خود در افغانستان ادامه دهند. شماره از بازرگانان ترکی و افغانستانی ایجاد همچون نمایشگاه ها را برای ایجاد روابط نزدیک دو کشور سودمند میدانند. بازرگانان افغان میگویند ایجاد نمایشگاه های بین المللی رشد سریع شرکت های افغانی را در پی خواهد داشت. این و آخرین روز نمایشگاه بین المللی افغان ترک در کابل، بازدید مردم از این نمایشگاه چشمگیر است. شماره از بازرگانان ترکی ایجاد همچون نمایشگاه ها را برای نزدیکی بازرگانان دو کشور سودمند می دانند و می گویند در حالی که از اوضاع پس از سال 2014 در افغانستان نگران هستند، با آن هم می خواهند به سرمایه گذاری های خود در افغانستان ادامه بدهند. با وجود که از سال 2014 نگران هستیم، اما با آن هم به سرمایه گذاری های خود در افغانستان دوام می دهیم. سومین نمایشگاه بهتر از دو نمایشگاه دیگر در کابل بودند. ما می خواهیم که نمایشگاه های را از فراورده های افغانستان در ترکیه نیز داشته باشیم. ما سعی می کنیم که زمینه این کار را برای بازرگانان افغانستان در ترکیه مساعد بسازیم. در همین حال شماره از بازرگانان کشور برگزاری نمایشگاه های بین المللی در افغانستان را نوید برای بعد از سال 2014 در کشور دانسته، می گویند که ایجاد همچون نمایشگاه ها سبب رشد سریع صنعت در افغانستان می شود.
حضور در نمایشگاهی که در خارج کشور برگزار مثلا در ترکیه چون یک کشور با تکنولوژی بالاتر از ماست سبب از این میشه که ظرفیت در داخل خود کمپانی های داخلی ما باید بسیار زود بالا بره. امروی ما آماده همکاری کردن که در آینده ما شما را با بودوزای خود ما در ترکیه هماهنگ میسازیم. این نمایشگاه های افغان ترک برگزار میکنه در مجموع آیسا در واقعیت یک نوی مثبت میشه که آدم بگه بر بعد از 2014. در این نمایشگاه 35 شرکت ترکی همراه با 40 شرکت داخلی فراورده های خود را به نمایش گذاشتند. هدف از برگزاری این نمایشگاه ارتقای روابط دوستی میان دو کشور، پیدا نمودن بازار برای کالاهای افغانستانی و آگاهی بازرگانان دو کشور از وضعیت بازار و شرایط سرمایه گذاری در دو کشور دانسته شده است. جسد 9 شهروند هرات که اخیراً در خاک ایران به قتل رسیده بود امروز به خانواده هایشان تسلیم داده شد. در این حال شمار مردم در اعتراض به کشته شدن این افراد راهپیمایی کرده با شعارهای بر ضد ایران سر دادند. پیش از این نیز جسد 4 تن دیگر به خانواده هایشان در این ولایت تسلیم داده شده بود. حالا خانواده های این افراد خواهان مجازات عاملان این قتل ها اند. 13 شهروند افغانستان چندین ماه پیش هنگامی که می‌خواستند به ایران بروند در مناطق سرحدی در خاک ایران به قتل رسیدند. آن اگر جوابگویی حضور نمکنه ما 13 تا نفر بیگناه ایران و کنار سرک میکشیم و تا صندوقا میکنیم. همه جوان عمر بکشته، همه جوان عمر بکشته. همه یه بدبختی هنه به کارگری رفتی بوده. بعضی نموزاد داره، بعضی اون مادر پیری داره به منجگو. دولت به سهم خود آنچه که مربوط به جانب دولت میشد از مجاری دیپلماسی اقداماتی که لازم بود که باید میکرد کرده و فعلا هم در رابطه به اصطلاح مذاکرات جریان داره. دولت به این معنا نیست که در قبال همچون قضایا به تفاوتی اختیار بکنه، اقداماتی که لازم به جانب دولت بود اقدامات خود کرده. شهروندان در برنامه مناظره کابل میگویند که پس از این دیگر به شخص نه بلکه برای برنامه های نامزدان ریاست جمهوری رای خواهند داد. اشتراک کنندگان در این برنامه همچنان بیداری مردم را برای گزینش یک رئیس جمهور دارای برنامه های خوب سودمند دانستند. آنان گفتند اگر شهروندان نخواهند هیچ یک از کشورهای قدرتمند جهان قادر به گزینش رئیس جمهوری آینده افغانستان نمیتوانند باشند. نزودین مسلی با گزارش دهی مورد. مناظره کابل بزرگترین تجربه آزادی بیان در افغانستان، برنامه‌ای که در هر ماه یک بار به گونه زنده در پیوند با مسائل مهم کشور برگزار می شود. بحث این بار برنامه مناظره کابل روی خواست مردم از رئیس جمهور آینده متمرکز بود. بحث خط دیورند است. در خط دیورند موضوع یک موضوع ملی می باشد و تمام شهروندهای افغانستان، تمام گروه های اجتماعی افغانستان این حق و مسئولیت دارند در این مورد مسئله باید اظهار نظر کنند و نباید سرکوب شود اینها. کار روی زیربناهای اقتصادی از مواردی بود که اشتراک کنندگان از رئیس جمهور آینده می خواهند. مهمترین چیزی که برای رئیس جمهور آینده پیش بینی می شود و باید بکنند و مسئله زراعت است. ما شبکه زراعتی نداریم. شما امروز در همسایه ها برین نظمی ازبکستان شروع کنین، اضافه 100 نهر دارن و کل سیستمشان با سیستم جدید عصری است. توجه به توسعه فرهنگی و فرهنگ توسعه پیشنهاد دیگری بود که اشتراک کنندگان مناظره کابل مطرح کردند. کاندیداهای فردای ما در رأس و اولویت کاری خود آگاهی و علم و فرهنگ قرار ندن، ما با سوالهای دیگه هم در استبداد و تو مسائل غرق خواهم. تا زمانی که مثلا مردم روشن نشن، با آگاهی نرسن، قدرت انتخاب و تشخیص پیدا نکنن، اول تشخیص با انتخاب، چگونه میتونن برنامه را انتخاب کنن؟ تأمین امنیت یکی از خواستهای عمده دیگر شهروندان از رئیس جمهور آینده کشور در این برنامه به شمار میرود. امنیت یکی از اولویت های مهم افغانستان است، اما باید امنیت تعریف شود. یعنی چی؟ امنیت تنها امنیت فیزیکی نیست، امنیت روحی هست، یعنی امنیت سایکولوژی، امنیت اقتصادی هست. کاندیدی بعدی که موفق میشه به کرسی ریاست جمهوری افغانستان مسئولیت بسیار بزرگی را دارد. ده ها تن از جوانان اشتراک کننده نیز از رئیس جمهور آینده خواست های گوناگون دارند.
نامزد آینده ریاست جمهوری بیشتر باید به زیربناهای اقتصادی و بهبود اقتصاد تاکید و فشار بیاره. بسیار خوب میشه. از رئیس جمهور آینده کشور ما این تقاضا رو دارم، وقتی اگر میخواد واقعا صداقانه به کشور خدمت کنه، اول روحی مردم قوی بسازه، اول یک بحث داشته باشن در قسمت همسایه ها. کوچکترین فرد افغانستان تا بزرگترین فرد افغانستان صلح نیاز. تامین امنیت، مبارزه با فساد، بهبود روابط با همسایگان و بهبود اقتصادی از گزینه‌هایی بودند که برنامه مناظره کابل برای انتخاب مردم گذاشته بود. شهروندان می‌توانند برای گزینش یکی از چهار گزینه که رئیس جمهور آینده در اولویت کاری خود داشته باشد تا به روز یکشنبه هفته آینده رأی بدهند. پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان در پی صدور حکم بازداشت او از سوی دادگاه عالی اسلام آباد به محله نامعلوم فرار کرد. این دادگاه درخواست مشرف را برای به تأخیر انداختن محاکمه وی در پیوند به خیانت ملی لغو کرده است. پیش از این آقای مشرف از اشتراک در انتخابات پارلمانی پاکستان نیز محروم شد. با تشکر از همکاران تکنیکی، برنامه خبری جهان در شش در همین جا به پایان رسید. از توجه و همراهیتان سپاسگزار هستم.